این نوزادان بازماندگان رویداد غم‌انگیز روز گذشته در غرب کابل هستند. شماری از آنان ناخبر از اینند که از مهر مادری برای همیش محروم شدند. با تعداد 20 طفلک نوزاد به شبخانه اتاتورک ریفر نمودند. که از جمله یک طفلک که مشکل ارتوپیدی دارد به شبخانه ساعت طفل اندراغاندی ریفر شد. ساعتی از چشم گشودن آنان به جهان نگذشته بود که بخش مراقبت‌های ویژه مادران در شفاخانه صد بستر دشت برچی کابل در دود باروت تفنگداران فرو رفت. این گفته ها روایت مادری است که پس از حدود 20 ساعت نوزاد یک روزش را به آغوش کشیده و سیرش می کند. بسیار زد خورد شد، نفهمیدم دیگه. ما بس پایین شدم زیر میست شدم. زنگ خطر چی شد؟ دکتران طول ننهاد به اتاق بندی. زدی آقا رانه نوید تلم دا نفر دیورسه مخ که مینو نوال زد. مصیبت پیش آمده ناشی از این رویداد این مادران را که کودکان شیرده دارن واداشت است تا به این شفاخانه بیایند و برای نجات جان این کودکان به آنان شیر بدهند. شماری هم لباس و وسایل کودکانه آوردند. اگر کودک مادر خود دست داده یا خانوادهش توانای مالی را ندارن یا حداقل نمیتونن برش او رو بزرگ بکنن، ما توانایی دارم که دو تا طفل، یک تا طفل باشه، دو تا طفل باشه، او رو بزرگ بکنم، چون من خودم یک تا طفل 4 ماهه دارم. این اطفالت من ضرورت دارن و ما آمدیم در شفاخانه از توانایی کمی از طریق لباس و توانایی داشتیم به اینا خواستیم کمک کنیم. این تصاویر هم دو کودک زخمی این رویداد را نشان می دهد که وضعیت بهداشتی یکی از آنان وخیم است. اما برای نخستین بار فیروزه عمر، زنی که مادر یک کودک 4 ماه است، به شفاخانه اتاتورک رفت و با شیر دادن نوزادان نجات یافته در صفحه فیسبوکش فراخوان داد که مادران باید برای نجات این کودکان کاری کنند. همه ما از جنایتکاران و کسایی که قاتل انسانیت در افغانستان، همه ما صدمه دیدیم و خودم یکی از او افراد هستم. اطفالی که از مادرها بی سرپرست مانده بودن، اونها در قسمت شیردهی از اینا میتونن کاری کنن. به گفته وزارت امور داخله، در رویداد روز سه‌شنبه در دشت برچی دو نوزاد نیز جان باخته است.